درود، بهزاد هستم. اون 10 سال اول مهاجرت ایرانی ها به اروپا خیلی جالب بود. هر هفته جلسه شعر و نمایشگاه و موسیقی دورهمی و داستانخونی و اینجور حرکات بود. بعد یواش یواش این جلسات جای خودشون رو دادن به بقالی ها و چلو کبابی ها. مردم اونجا جمع میشه همگره میدن و بعد کنسرت ها و به تدریج بقالی ها شدن سوپرمارکت، چلو کبابی شدن پیتزایی و اون محفل ها کمتر و کمتر شده. دیگه تو شهره مثل لندن که ما هستیم و پاریس که اومدیم دیگه تک و توک میشه ایرانی ها دور هم جمع بشن، یادی از فرهنگ کنن، اونم فرهنگ امروزیشون که داره ساخته میشه در این شهرهای مختلف در اروپا، البته با پیوستگیش به ایران. و یکی از اون محفل های خیلی کمیاب که داره کمتر و کمتر میشه تو این کشتی هستش. ستاره پاپ نیستن ولی چشمک زن ستاره های فرهنگ مخفی روز ما این زیر اجرا دارند. یکیش شروینه، یکیش خانم تارا، یکی پیمان، یکی هم امیر حسین، یکی هم خود بنده. نوازندگان می نوازند. پیمان از ایتالیا به همراه اردلان از آمریکا. سلام، من پیمان سنگی هستم با همراهی اردلان پایوار. سه تا آهنگ براتون اجرا میکنیم. آهنگ اول عنوانش رچ هست از آلبوم آخرم که همین 2 هفته پیش منتشر شده و 2 تا قطعه دیگه. میگه رچ زدی صبح فردا آیا هستی؟ رفته بودم که ناگه بشنیدم صدایت، ز دور دست آسوده با بربا رج زدی صبح فردای توی درد و درمانم. به چشمم بنگر که صد راز پنهان است، به صد آهنگم تو ای نگاه. تشنه بودم گوارا شوق دیدارت فنایم کرد، رمیدم نگسستم نگارا دست چالاکت رهایم کرد. توی درد و درمانم، به چشمم بنگر که صد راز پنهانست، به صد آهنگم چه گشتم نمیدانم. به چشمم بنگر که فستاد تاوان است، جور فرسنگ هاست بر من دوار. مستان رو در جان من که از فردا ما نشان نیست، پروانه شو در خواب من که این توفان را کس اما نیست. در صد کوچم چشم بر راه تو، آه از انتظار از صدای تو، آتش میزند جانم میبرد داد از کیمیا از توی درد و درمانم. به چشمم بنگر که صد راز پنهان است، به صد آهنگم چه گشتم نمیدانم. به چشمم بنگر که فستاد تاوان است، جور فرسنگ هاست بردی قرار.
بعدی عنوانش 10000 فرسنگ دورتر هست. در آلبوم اولم بود که سال 1389 منتشر شد. نسخه اصلیش به انگلیسی بود، به فارسی ترجمه کردیم با همکاری اردلان. بعدم براتون اجرا کنیم. روز و شب به یادتم، افسوس که دوریم از هم. روزام مثل شب تاریک شد، اینم از آسمونم. چیزی ندارم بگم تو این هوای سرد و پرنم. با یاد تو اینجا تو این شهر، نه یه یاد نه یه هندم. افسوس که دوریم از هم. نظر فراموش بشه، راه و چاه دلتنگی رو میاموزم. با هر نفس تصویرت میسازم و میسوزم. از این پاییز بیرنگ، این لبخند و گرچه بیگان، درو نیستن و دلزن. با این نغمه ساده مدام پرسه میزن. کوچه پس کوچه های شهر، با کوله باری از غم. افسوس که دوریم از نظر فراموش بشه، راه و چاه دلتنگی رو تصویر تو می سازم و می سوزم.
سپاس پیمان عزیز، خیلی ممنون از شما و همینطور جناب اردلان. پیمان جان شما بفرمایید رو عرشه، من یه خورده درد دل کنم چون سالها ندیدیم هم. خیلی وقته، چند سال. حتی اگه شما یادت بیاد من بچه بودم. آره خیلی خیلی خوشحال میدم. اردلان از شخصیت ما در دنیای موسیقی هستش، از گروه کیوسک یادمه که میدیدم رو صحنه و اون کلمه پیتزای قرمه سبزی رو من همش میدم تو میگفتی زنده وقتی میزدن. من هم میگفتم. هم میگفتیم. ما بیشتر رو تو دقت داشتیم. اردلان این ارگ الکتریکی که من میبینم خیلی به نظر جدی میاد، مثل اون کارهای ارگای اولیه است که موسیقی الکترونیک اومده بوده 30-40 سال پیش. نه؟ یه ذره حالت دهه 80. آره 80 میلادی البته. این صدای خاصی رو ایجاد میکنه اینکه ما پاشیم بریم دیگه. این دیگه الان بخوام توضیح اینو بدم برنامه تو چطور؟ چهار تا جلد کتاب نوشته شده، این جلد کتاب ها رو منتشر نخواهد کرد. میخوای دفترشو میدم بخونم؟ بده، من خودم راهنماشو میخونم. و همینطور داشتیم میزدی، من نمیستم نگم گروه این دو گروهی که اصلا متلاشی شد. متلاشی شد؟ منو برای شایع ساختم اونن. آره خوش تو من؟ متلاشی نشده. بعد از کیوسک رفتی این دو که که میشه 88 تا تا 90. آره من یه دونه کم میکنم. آره یه دونه کم میکنم 20 هم از اون و بزنی. آره. پس اون زمان شما ولی دو نفر بودید دیگه، درسته؟ دو نفر به اضافه هم همکاری کردیم با شما بودی و خانم شادی؟ بله. ولی هیچ وقت من اجرای شما ندیدم جز موزیک ویدیویی باشه، یعنی ضبطی از شما نبود. آره ما اجرای زنده نداشتیم، همیشه چون مشغولیت های دیگه داشتیم و کار اصلیمون موسیقی نبوده. ده؟ الان میگی؟ هنوزم نیست. جدی میگی؟ چرا شما میدم توی من گرافیک کار میکنم. شادی هم شادی خودش هنرمندی هستش. بله. و اتفاقا ویدیو هم دادیم بیرون یه دونه، درسته میگم؟ یه دونه بود. ویدیو چند تا دادیم؟ چند پس بگو اول اطلاعات درست کن روی کسی با صحبت کنه. و دوستان یه تیکه از ویدیوتون رو ببینیم که یاد بکنه از این دوره که باز برخواهید گشت و آهنگای خواهید ساخت، فعلا که در سفر هستی. و ویدیویی رو ببینیم از گروه این دو که کار کردم و کار هم خواهم کرد. این دو رو نگاه میکنید تو ما با پیما رو عرشه کشی صحبت کنید. باز کنیم در رو به سوی صحبت، ببینیم چی شد که اینجوری شد. شما بیا راحت باش. نه راحت باش، ایشون به حال صاحب عزاست. کافه خیامش رو میزه، ما هم اینو به قول معروف گروگان گرفتیم. این کافه خیام رو نسخه مخصوص بی بی سی هستش. بله سو استفاده خیلی خوش، سو استفاده خیلی خوبه. پیما تو از ایتالیا اومدی؟ بله. یعنی اومدی اینجا که روی رودخانه سن اجراهای که حتی کنسرت هم داشتی اینجا یا اجراهای میشه گفت داشتین محفلای داشتی تو خود پاریس؟ بیشب اتفاقا تو همین یکی از این قایقای روی رودخونه بزرگتره یه کنسرت داشتیم با اردلان پایکار. یه تور اروپایی از فلورانس شروع شد، جایی که من زندگی میکنم. 15 سال من اونجا زندگی میکنم. تقریبا 10 روز طول میکشه. فلورانس، پاریس، الان پاریس. حتی وقتی حرف میزنیم که تموم شد این تورها. آره خب من یکی دیگه بذاری. اوکی اوکی. آره. سبک جالب، من شنیدم که اردلان باعث شد تو فارسی بخونی یا اردلان و شادی. شادی یعنی بچه گروه این دو. آره شادی رو ندیدیم هیچ وقت. آره چون تو قبلا انگلیسی میخوندی، ایتالیایی میخوندی؟ من ایران بودم، خب کار فارسی بیشتر میکردم. ولی وقتی فضا عوض شد
دنبال مخاطبی میگشتم که بالاخره بفهمه چی میگم اینا. خب موزیک هم که گوش میدادم موزیک خارجی انگلیسیه و از بچگی بزرگ شدیم با این. ولی فلورانس ایتالیا است، چرا رفتم اونجا چی شد؟ داستان فلورانس رفتنم یه چیز جدایی به خاطر علاقم به زبان ایتالیایی بود و اونجا یه استاد گیتار کلاسی، من نوازنده گیتار کلاسی خوندم کنسرواتوار، یه استادی بود به نام آلفونسو بورگیزه که تقریبا شهرت جهانی داشت. بله ایشون توی کنسرواتوار فلورانس درس میداد. بعد من رفتم تا آن دادم قبول شدم، لیسانسمو گرفتم، بعدم فوق لیسانسمو. الان چند سالت هست؟ من 36 سالم هست. 36 سالت. اینا ترس درست و وسط دنیای موسیقی هستی، یعنی معرفی کارا چون یه آلبوم هم مثل که داشتی قبل از این؟ من یه آلبوم 10 سال پیش دادم بیرون تکی به نام The Curtain، پرده، که همه کاراش انگلیسی بود. بعد با یه گروه با 3 نفر از بچه های فلورانسی یه گروه تشکیل داریم به نام The Allophones و همش کارا انگلیسی میکردم، ولی کارا مال خودم بودن. دو تا آلبوم با اونا دادم تا اینکه این اواخر 2-3 سال اخیر دوباره متمرکز شدم به فعالیت های فارسی. باید داری آلبوم جدید کار میکنی و الان با اردلان پایوار کار میکنی که از بچه های قدیمی کار موسیقی میشه گفت زیرزمینی و موسیقی روزیه که کمتر شنیده اصلا میشه بین ایرانی ها. شما کم شنونده داری، کم بیننده داره این نوع نگاه به موسیقی و در از نگاه دیگری از فرهنگمون به زندگی. یه چون هم یه چالشیه دیگه، به هر حال یه تصمیمیه که آدم پاش میگیره، میگیره و پاش وایسه، یعنی بالاخره باید تکلیفت رو به عنوان هنرمند مشخص کنی که تویی که میخوای مخاطبت دنبال مخاطبت بری یا میخوای اونا چی دوست دارن اون کارو بکنی یا اینکه برعکس مخاطب رو دنبال خود بکشونی. این سختیه، این کاری نه. شعرات خودت میگی؟ آره همه کارا. و الان چند سال خارج از کشوری؟ من 15-16 ساله. ولی خب سبک آهنگ خیلی جور آرامش داره توش، یعنی ملایمه، یه تمی داره. خوبه. اکثر کارهایی که می‌نویسم کارهاییه که تپش قلبو باید بیاره پایین به جای اینکه ببره بالا. خودم واقعا نعمت دنیای امروز. یه چیزه آره، برای خودم یه حالت به معروف مبارزه، یه چالشیه که آره. کاملا درست میگی. و قبل از این آهنگ آخر رو بشنویم که میتونیم بر اساس این آهنگ آخر بفهمیم این سبک تو کار میگه چه جور سبکی؟ بازخوانیه. اونو بازخوانی فرق کرد. قبل از اون مثلا زندگی چطور میگذره اینا؟ زندگیم من تدریس میکنم. من ساز گیتار تدریس میکنم در مدرسه راهنمایی. درش گیتار زنه درست حسابی. آره من کار غیر از موزیک نمیکنم. دمت گرم. خیلی خوشحالم. جز معدود آدمایی هستی که به هر سوپرمارکت نداری و واقعا درس میدی. البته اولش خب خیلی سخت بود دیگه تا زندگی رو غلطک بیفته، ولی الان خوبه. خیلی عالی. خیلی خوشحالم. پس پیمان رو ببینیم که اجرا کنه، بریم هم دیگه برگردیم. بله شما ممنون. شما هم بیان که اجرا رو ببینیم. بله شما مرسی. آهنگ کار بعدی بودی از دادم بازخوانی از کار قدیمی دلکش و ویگن که سال 1348 پرویز خطیبی و مصطفی گرگینزاده با هم دیگه نوشتن. خیلی عوضش کرده، مثلا ربطی به نسخه اصلیش نداره. خیلی فرق کنه. امیدوارم که لذت ببرید. بردی از یادم، دادی بر بادم، با یادت شدم، دل به تو دادم، دردام افتادم، از غم آزادم، دل به تو دادم، فتادم به من، ای گل بر اشکی خونینم بخند، سوزم ز سوز نگاهت هنوز، چشم من باشد به راهت هنوز، چه شد آن همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز
خبری نشده است. کی آی ببرم ای شمع سهرم در بزمم نفسی بنشین تاج سرم تا از جان گذرم نشسته بر دل قبار غم زان که من در دیار غم گشتم غم گسار غم امید اهل وفا تویی رفته راه خطا توی آفت جان ما توی بردی از یاد دادی بر باد با یادت شاد دل به تو دارم دردام افتادم از غم آزادم دل به تو دارم فتادم به غم ای گل بر اشک خونینم بخند سوزم ز سوز نگاهت زنم چشم من باشه براحت زنم بازی پتانگ رو میبینیم فرانسوی میگن بریتانیا هم این بازی مرسومه و خیلی هم جدیش میگیرن حالا بعض وقتا زمین چمن بیشتره وقت یعنی حتی همون تیره بازی واسه فر غولاساترش اون چه که شنیدید در این کشتی که دو تا از پنجره‌هاش پشتش دارن اجرا میکنن جای خودش باز هم ببینید و بشنوید موسیقی ایرانی در پاریس قطره قطره عشقش از مجگان چکید لرزه افتادش بگی سوی پلم زیر لب غمناک خواب ناله زنجیرها بر دست من گفتمش آنگه که از هم بکسلم خنده تلخی به لب آورد و گفت آرزوی دلکش است اما داری وقت شومم ره برین امید بست وان تلای زورق خورشید را صخره های ساحل مغرب شکست من به خود لرزیدم از دردی که تب بر دل من با دل او میگریست
گفتمش انگار در این دریای کور چشم هر اختر چراغ زورقی است. گفتمش فانوس ما بیدهد از چشم بیداری نشان. گفتم مادر شبی این گونه گنگ هیچ آوایی نمی آید بگو. آقا از این بالا کف میزنیم. آقای امیر حسین ایشون دکلمه کننده بسیار قهاری است. من چند بار صدایش رو شنیدم، فکر کنم شاملو داره دکلمه میکنه جدی. خیلی خوشحال میبینم اول ایشون ما رو نجات داد تو کار صدا برداری پایین و همینطور با این اجرایی که کردن شاید ما رو در مشکل بندازن. خیلی از شاعرها خوششون نمیاد انگشتشون که دیگران بخونن. آقای ابتهاج هم به هر حال دیگه خود ایشون بود خواست شما رو بخونن. حالا سیم خطرناک رو رد میکنیم، میخوام شما بشین اینجا مواظب این باشین. اینجا پر از موانع مختلفه. این یک چیزه، یک نمونه از زندگی ماست. تناب و ریسمان و پلای شکسته و قایق واژگونه و پشه. امروز تو چیکار میکنی؟ کار هنری میکنی اصولا تو فرانسه چون هنرمند گمنامی هستی. آره من تو ایران یک کمی بازیگری کردم، یه 15 سالی کار بازیگری کردم و کار تئاتر کردم. چند تا سریال بازی کردم که یه خود معروفم کرد. بعدش زدم بیرون از ایران. اینجا یه دوره مهندسی صدا درس خوندم. یه مدت کار کردم. ادامه دارم میدم دیگه. کار صدا گذاری فیلم انجام میدم. و گهگاهی هم برای دل خودت میزنی. گهگاهی هم آهنگ میسازم من. برای دل خودش این آهنگ بعدی رو هم ساخته که ما میشنویم. بس نمیتونی بمونی. نمیتونی بمونی. من هم نمیتونی بمونی. میریم برای شما بمون. و اجرا کن برای ما. خواهش کنم بنوازید. امیر حسین جان. مرسی. ببینم بعد از این معروف‌تر میشی یا؟ امیدوارم. چه و خسته و تنهایی میخونیم و میریم هنوزم اینجایی. میدونی وقتی که هستیم من و تو با هم غمای عالم لای ابر گم میشن. اگه میخونی میدونی با منی، اگه میخونی میدونی با منی، یا که نمیتونی بمونی. روزگار تلخ و شوم و خواب و خستگی میخونه با همه دل شکستگی. میاد بارون تلخ دل مردگی. بگو به من آیا میتونی پرواز کنی، بری لای ابرا پراتو باز کنی. بگو به من میتونی آواز بخونی، اگه نخونی خیلی خری میدونی. اگه میخونی میدونی با منی، اگه میخونی میدونی با منی، یا که نمیتونی بمونی. داری میخونی به یه سبک تازه، میشینی میبینی همش یه رازه. آغوش زندگی به سمتت بازه، کی گفته عمر من و تو درازه. اگه میخونی میدونی با منی، اگه میخونی میدونی با منی، یا که نمیتونی بمونی. برنامه موسیقی رو نگاه میکنید روی این آرامش این رودخانه سن در پاریس. خواننده بعدی ما هستن، خانم تارا متولد اردیبهشت. دستشون رو گرفته متولد اردیبهشت. خواهش کنم بفرمایید روی صحنه با اعضای گروهشون برای ما میخونن. سبک جاز هستش و آهنگ خاطر انگیزیه که خواهشه. اگه میخونی میدونی با منی، یا که نمیتونی بمونی.